یک گراف چهار منتظم از مرتبه 6 چند مجموعه احاطه‌گر مینیمال دارد. مینیمم نه ها، مینیمال دارد. دقت بفرمایید. خب اولا که بریم مثلا چهار منتظم از مرتبه 6 رو رسم کنیم تا ببینیم خدا چی میخواد. این عرض به خدمت شما که میشه دو منتظم فعلا. خب این تا اینجا الان بله الان شد چهار منتظم. ببین درجه همه رأس ها 4 خواهد بود. اصلا ببینیم عدد احاطه‌گریش چنده بچه ها. دقت بفرمایید عدد احاطه‌گری این 6 بر روی 4 به علاوه 1 5، 6 بر روی 5 میشه 1 و خورده 2 میشه. حالا آیا واقعا 2 میشه؟ دقت کنید مثلا من اینو میگیرم، آ رو میگیرم مثلا B C D E F، آ چون درجهش 4 5 تا رأس احاطه میکنه دیگه. بله آ میره B و C و عرض به خدمت شما F و E رو احاطه میکنه، پس مجبورم رأس D رو هم بگیرم، شد آ و D در واقع. الان دیگه درست شد. حالا مثلا یکی آ و بی هم میگرفت باز همه رو پوشش میداد، یکی آ و سی هم میگرفت همه رو پوشش میداد. بچه ها ببینید این مجموعه، مجموعه احاطه‌گر مینیمالی غیر از مجموعه احاطه‌گر مینیمم نداره. بچه ها ببینید شما الان سه عضوی بگیری مثلا آ بی سی بگیری، با آ بی هم کارت را میافتاد، پس اون سی رو اگه حذف بکنی دیگه احاطه‌گر نیست. پس مینیمال، تاکید میکنم بعضی وقتا ما میگن آقا یه مجموعه احاطه‌گر مینیمالی بگو که مینیمم نباشد، وجودم داره خیلی وقتا میگیم، مشکلی نیست. اما تو این سوال هر مجموعه احاطه‌گر مینیمالی که من بگیرم قطعا مینیمومم هست، یعنی به غیر از مجموعه احاطه‌گر مینیمومش هیچ مجموعه احاطه‌گر دیگری وجود نداره که مینیمال باشه. عزیزان دقت کنید، پس انگار سوال گفته بود این گراف چهار منتظم مرتبه 6 چند مجموعه احاطه‌گر مینیمم دارد. آقا چیکار کنیم به دست بریم؟ هر دو عضوی بگیری مشکل حله. یکی دوست داره B و C رو بگیره، یکی دوست داره B و E رو بگیره، E و F رو بگیره. آقا 6 تا رأس دارم، انتخاب 2 از 6، انگار دارم زیر مجموعه های دو عضوی مجموعه A B C D E F رو انتخاب میکنم. 2 از 6 هم چی میشد بچه‌ها؟ میشد 6 ضرب در 5 تقسیم بر 2 فاکتوریل. 15 تا مجموعه احاطه‌گر مینیمم داره و در واقع 15 تا مجموعه احاطه‌گر مینیمال داره. پس پاسخ ما گزینه شماره 4 خواهد بود.